در جستجوی حقیقت، در جستجوی حقیقت. برنامه از رادیو کتاب. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. در جستجوی حقیقت، روزنه بسوی آرامش روانی و امنیت ملی. در جستجوی حقیقت، همگام راستان در مسیر راستی. در جستجوی حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. از پنج شنبه هفتم ثور 1357 تا این پنج شنبه هفت ثور 1402 45 سال می‌گذرد. در این سالها ما انواع غم و مصیبت را تحمل نموده و تجارب گرانبها کسب نموده ایم. اگر با هم باشیم و این تجارب را به صورت دقیق و درست برای ملت‌های دیگر بیان کنیم، فصل مفید در تاریخ جهان افزوده می شود و سنگ بنای صلح پروری فطری انسان و صلح پروری دکارتی تقویت می شود. آیا می توانیم با هم باشیم؟ لازم است برای مخاطبان جوانی که در زمان جنگ تولد شده و افغانستان را جنگستان دیدند، فهرستوار اوضاع وطن قبل از کودتا را بیان کنیم. افغانستان معاصر از دوره پادشاهی نادرشاه تا زمان سقوط جمهوریت سردار محمد داود خان 50 سال امنیت داشت. به نظر مشروطه خواهان، حکومت‌های این دوره کمکار، تبعیض پسند و دارای نواقص بودند. و باز هم به نظر همین صاحب نظران، حکومت و حاکمان در نظر مردم ابهت داشت و ملت و دولت به آهستگی مسیر ترقی را می‌پیمودند. غیرتمندی، زحمتکشی و قناعت داشتن شاخصه مردم افغانستان بود و درس حیات از حافظ می‌آموختند، با دوستان مروت و با دشمنان مدارا می‌نمودند و دلهایشان آکنده از صلح و صفا بود. دانشگاه، لیسه، مکتب و شفاخانه وطن در حد خودش با استانداردهای بین المللی برابر بود. در کابل، پایتخت افغانستان، از چلی مسجد گرفته تا توریست های چرسی اروپا، امریکا آزادانه می گشتن و کسی به کسی کار نداشت. زندگی عادی را در سایه بهشت امنیت تجربه می کردن. ناگهان صدای افغانستان را غرش تیاره ها و زمین آن را چرخش زنجیرهای تانک افسرده و زخمی نمود. داود خان با اطفال، زنان و جوانان خانواده‌اش به دستور یک اکادمیسیان شاعر قتل عام شد. روشنفکران چنان از باده قدرت سرمست شدند که وقت زرلشت 18 ساله از فاکولته برمیگردد، به جرم پیوند با خانواده داود خان در دروازه ارگ تیرباران می شود و از آن روز به بعد خون انسان در این وطن ارزانترین متاع می شود. طبق نوشته نشرات حزب دموکراتیک خلق افغانستان، در زمان پیروزی کودتا اعضا و هواداران این حزب 20,000 نفر بودند. مخالفان کودتا این رقم را مبالغه آمیز می دانند. اما در این مجلس که ما می خواهیم بر وقایع تکیه کنیم، ناگزیریم بپذیریم که در آن زمان افغانستان 16 میلیون نفوس داشت و حتی اگر این آمار 20,000 نفری هم درست باشد، باز هم اعضا و هواداران حزب در شمار فیصدی حساب نمی شوند. این جنگ و جنگ افروزی اثرات ناگوار زیاد بر جامعه فقر زده ما تحمیل نمود که فهرستوار بیان می شود. علمای سرشناس، مدیران اجتماعی، پروفیسران، دکتران، انجینران، معلمان لایق با اهانت، بازداشت، شکنجه و کشته می شود. زنده به گور نمودن، بیلرسوز نمودن، تیرباران، پرت نمودن از تیاره، به دریا انداختن با دستهای بسته،
و انواع مظالم دیگر که قلم از بیان شرم دارد در کشتار اعمال می شود. تلاشیگران مست قدرت حرمت هیچ حریم را نمی شناختند. بازرسی خانه ها، سرویس های شهری، صنوف پوهنتون، مکاتب، دکان ها حکومتداری نام گرفته بود. جای مدیران مجرب جامعه و مدیران ادارات دولتی را جوانان جزمندیش گرفت که تصور می کردند روشن فکرند. دیوار اعتماد بین مردم فرو ریخت و خون انسان برای حاکمان مباح بود. مردم مجبور به مقاومت شدند و طبق نظر محمود قاریوف، مشاور نظامی دکتر نجیب الله، ارتش افغانستان روز هفتم ثور منحل شد، چون همان روز با مردم خود درگیر شد. صاحبان قدرت چاره کار در آن دیدند که بین مردم تفرقه بیندازند. این تفرقه افکنی با گذشت هر روز از عمر حکومت کودتاچیان سریعتر می شد، تا آنکه به صورت علنی غوندهای قومی درست نمودند و مردم افغانستان را که سالها کنار هم زندگی می کردند با عناوین فریبنده از هم جدا ساختند و بذر تفرقه اقوام را به دلها کاشتند. با وجود این واقعیت تلخ و تجارب ویرانگر، رادیو کتاب به خاطر رعایت بی‌طرفی رسانه‌ای از هواداران و اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان دعوت نمود تا در این وبینار شرکت نمایند و حقایق تاریخی را از منظر خودشان بیان نمایند. من امیدوارم که در مجلس امروز کسانی از این هموطنان باشند و اگر در آینده نیز مطالبی برای روشن شدن وقایع تاریخی داشته باشند، رادیو کتاب در خدمتشان است. غرض از ساختن این برنامه ها جستجوی حقیقت است، بدان امید که از شر انواع جنگ ها من جمله جنگ روایت ها رها شویم و برای آبادی وطن و رسیدن به جامعه عادلانه مسیر ترقی را طی نماییم. ضمن تشکر از حضور دانشمندان بزرگوار، مدت برنامه امروز 1 ساعت است و تقاضایم از عموم خواهران و برادران این است در حد امکان اختصار را رعایت کنند. مایک را می سپاریم به مورخ زحمتکش، حقیقت نگار و صاحب اندیشه و طرح و مسئول جناب عبدالکریم غریق. استاد در خدمت هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. با درود به شهدای مظلوم افغانستان که در طول 50 سال مظلومانه به شهادت رسیدن و این سرزمین به خون خود رنگین کردن. مسلم است که ما در یک مخمسه ژئوپلیتیک قرار داره. موقعیت جغرافیایی افغانستان طوری است که ما همیشه در معرض جنگ ها بودیم و در معرض رقابت های مختلف قدرت های بزرگ. در طول قرن 19 ما درگیر سرزمین ما درگیر جنگ بین شاهزاده های اول، شاهزاده های سدوزایی پسران تیمورشاه دورانی و بعد برادران امیر دوست محمد خان و بعد پسران امیر دوست محمد خان، ما درگیر یک جنگ بسیار خانمانسوز بودیم. اما این جنگ تنها جنگ داخلی ملت ما نبود. از روزی که پای قدرت‌های بزرگ در شمال، جنوب و غرب کشور ما گشوده شد، سرزمین ما سرزمین جنگ شد. سرزمینی که همیشه خون فرزندای عزیز سرزمین به زمین ریخته شد. ما می‌دانیم که بعد از قرن 18 کم کم پای قدرت‌های بزرگ، خصوصا امپراتوری بریتانیا در جنوب و روسای تزاری در شمال باز شد. وطن ما به تحریک از این دو قدرت بزرگ و گاهی هم فرانسوی‌ها از طریق در زمان قاجاری از غرب هم مداخلات داشتن، اما فرانسوی ها نقش اینا کمتر در آسیا بود، در این منطقه بود.
بیشتر کشمکش بین روسای تزاری و بین امپراتوری بریتانیا بود. بنابراین افغانستان چون در محل در وسط آسیا واقع است، همون قسمی که اقبال لاهوری گفته که آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است، و از خروشی و خروشی آسیا و از خروشی و خروشی آسیا. این منطقه را قدرت های بزرگ فکر میکردن که هر قدرتی که این منطقه را به دست داشته باشه میتونه بر کل آسیا حاکمیت داشته. همون نقشی که قدرت های بزرگ در قرن 19 برای افغانستان قائل بودن تا به حال هم موجود است. بعد از اینکه روسا بعد از قرن 16 بعد از اینکه ایوان بخوف به صورت بسیار بیرمانه ملت های دیگر سرکوب کرد، خصوصا امپراتوری تاتار از بین برد، در شمال در قفقاز پیشروی کردند، در آسیای میانه در ماورانر امارات های خیوه و بخارا را به تدریج از بین بردند. هدف روسا آمدن به بحر هند و دریای آزاد و آبهای گرم، و اینا همیشه زمین سازی یا این کار کردن. لحاظا میبینیم که جنگی که در پنجه در زمان تزار واقع شد، در زمان امیر عبدالرحمن خان، افغان ها در اینجا مقاومت کردند، تعداد زیادی هم شهید شدند در پنجه، گرچه یک منطقه وسیع از خاک افغانستان از دست رفت، اما باز هم مقاومت کردند، پیشروی اینا رو به طرف هرات سد کردند. باری هم از طریق غرب افغانستان هم فرانسوی ها و هم روسا با کمک حکومت قاجاری آمدند که پیشروی کنند، اما باز هم نتونستند. مقاومت مردم باعث شد که این طرح از اونها به پیروزی نه. بعد از اینکه حکومت تزاری هم از بین رفت، در زمان روسای بلشویکی، حتی در زمان استالین، بعد از اینکه استالین رقبا خور سرکوب کرد، باز هم وقتی که امیر نشین بخارا رو اینا سقوط دادن، امیر بخارا فرار کرد در افغانستان آمد، گرچه جنگ های مردم بخارا مقاومت کردن، به خصوص جنید خان در غرب در سرزمین ترکمنستان امروزی مقاومت کرد، و انور پاشا و ابراهیم بیگ در منطقه ازبکستان و تاجیکستان. اما باز هم وقتی روسای سفید شکست خوردن و استالین به پیروزی رسید، خصوصا از سال 1924 که استالین به قدرت رسید، متوجه آسیای میانه شدن و مقاومت ها کم کم به شکست مواجه شد. در افغانستان هم جنگ داخلی، مسئله سقوط امان الله خان، حکومت آمدن حکومت حبیب الله کلکانی بود. به او وقت هم روسا آرام نشیشتن، بارها مداخله کردن، که دو مداخله از اینا بسیار عمده بود. یک مداخله در شمال به نایی شبرغان و مزار شریف که مداخله کردن، و بانه حمایه از غلام نبی خان و غلام حیدر خان چرخی در سال 1308، و مداخله دیگه که چی کردن که تایس های قندوز هم پیش آمدن در منطقه قدغن و بدخشان، اینا پیش روی کردن و آمدن، و ای هم با مقاومت مردم روبرو شدن، اینا نتونستن پیش روی کنن. لحاظ باز هم گرچه قراردادهای بعد از استقرار حکومت زایرخان، حکومت نادرخان آمد، و در حکومت زایرخان قراردادهای با اوائل با حکومت زایرخان بسته شد، کم کم از راه های دیگه پیش آمد کردن. بعد از اینکه پیمان سنتو بین ترکیه و ایران و پاکستان به وجود آمد، که در اوائل عراق هم در این پیمان بود، به نام پیمان بغداد یاد می شد، افغانستان از اون پیمان کنار گذاشته شد. غرب هم بیشتر به توجه امریکا و اینا و پاکستان و به ایران و ترکیه بود. افغان ها، روس ها از رای دوستی پیش آمدن. روس ها از رای دوستی، خصوصا در زمان داوود خان، رقابت های فامیلی هم باعث از این شد که عسکر افغانی، عوض از این که قبلا در ترکیه تربیه می شد، عسکر افغانی بیشتر قراردادهای نظامی با روسیه بسته شد و عسکر افغانی به روسیه رفت. بعد از این که عساکر افغانی به روسیه رفتن،
اینا علاوه به این که اینا رو تعلیمات نظامی دادن، تعلیمات ایدئولوژیک، تعلیمات فکری و اعتقادی هم دادن. اینا رو تعداد زیادی از اینا رو به شکل نیروهای کمونیستی تربیه کردن و در درون ارتش اینا نیروهای طرفدار شوروی به وجود آمد. هسته‌های مختلف در درون ارتش بود. بنا به اظهارات خود مقامات حزب دموکراتیک خلق، چندین هسته اینا در درون ارتش داشتن که خود اعضای حزب اعضای بلندپایه حزب دموکراتیک اقرار میکنن که قادر هسته جدای داشته، نورمد نور هسته جدای داشته، زیر هسته جدای داشته و عبدالله امین هسته جدای در درون ارتش. لحاظا اینا از راه روسا، از راه تربیه نظامی و تعداد را طرفدار با خود ساختن، از اوائل به فکر عزیز بودن که اینا به یک شکل اینا مداخله بکنن. مداخل روسا به شکل نفوذ در نیروهای نظامی افغانستان. لحاظا در پهلوی از یک حزب دموکراتیک خلق و طرفداری از روسا در افغانستان تأسیس شد، در درون ارتش هم اینا فعالیت کردند و هستای دگی هم چنانچه در کتابهایی که نوشته شده که خود روسا نوشته کردند، از سه جهت اینا در داخل افغانستان فعالیت میکردند، هم از جهت ارتش، هم از جهت کاجیبی و هم از جهت حزب کمونیست. بنابراین اینا زمینه های کم کم قدم به قدم زمینه های نفوذ و به وجود آوردن یک حاکمیت طرفدار شوروی اینا سالها پیش پیشبینی میکردن و اینا اساس گذاشته بودن. همین بود که اینها ما دوستای حزب دموکراتیک میگم که شما اگر تنها حزب سیاسی بودین، چرا شما گروه های نظامی داشتن به داخل اردو؟ پس معلومه شما فعالیت شما منحصر به فعالیت نظامی نبوده، فعالیت مشروع سیاسی نبوده، فعالیت سرنگونی و اشغال و طرفداری از یک قدرت خارجی بوده. لحاظا اینا از رقابت بین خاندان هم استفاده کردن، رقابت بین داود خان و رقابت بقیه خانواده شیعی و داود خان به تدریج داود خان را فریب دادن، به دور داود خان جمع شدن و اینا اولین کودتا در 26 سرطان به وجود آوردن که در این کودتا تمام عناصری که در این کودتا شرکت داشت همه عناصری بودن که در شوروی اینا تحصیل کرده بودن، تحصیل کرده روس بودن و اینا از قبل هم اینا هستهای داشت. بعد هم به تدریج وقتی در دوری 5 ساله حاکمیت داود خان نفوذ خود بیشتر کردن، رقبای خود از صحنه بیرون کردن، مثلا مردم های مثل میوانوار، مثل جنرال های که عضو حزب دموکراتیک خلق نبودن، اینا رو به تدریج کنار گذاشتن و بالاخره وقتی مطمئن شدن که میتونن داود خان سرنگون کنن، او وقت داود خان سرنگون کردن. منتها سرنگونی داود خان تنها سرنگونی عادی نبود، بنابراین اینا از روز اول مثل که پولپوت در کامبوج از اول شروع کرد و به پشتار پالیسی از اینا پالیسی استالینی بود و از روز اول که داود خان همراه تمام اعضای فامیل از او و شهادت رساندن، اینا کوشش کردن مردم در اول سلاح هم نداشتن، مسلح هم نبودن، مردم از خانه های اینا، از صنف های درس، از سر کار، از جاها، از مساجد اینا رو گرفتن و بردن و شهادت رسوندن و مردم مجبور شدن که به شکل کتلوی به کشورهای همسایه اینا مهاجر شن. لحاظ از زمینه و نفوذ کشورهای بیگانه هم اگه مساعد شد عامل کودتای 7 سال بود که مردم به شکل کتلوی مهاجر شدن و اونجا دست دیگه بیگانه هم باز شد و درون افغانستان نفوذ کردن. لحاظا در داخل افغانستان یک جنگ استخباراتی بسیار وسیع به وجود آمد که تا امروز هم ما رنج از اون
رنج از او رو میکشیم. و اگر امروز هم مرغ به افغانستان کشته میشه، مسئول کودتای 7 ثور و هموز که عامل هموز که مثل قابل و قابل قابل که قابل حابیل کشت و در هر کشتار نقش قابل موجوده، در کشتارهای بعدی هم حزب دموکراتیک خلق و کسایی که کودتا کردن و کودتاچی ها مسئول هم. لحاظا اینا چرا که اینا وقت مردم گرفتن خیلی شخصیت ها رو اینا گرفتن غیر از درود خانه و اونا مسلح نبودن، اونا رو حتی به اون محاکم خود هم اینا محاکمه نکردن. یعنی شما محاکمه موسی شفیق، شما محاکمه وفیرالله استمی، شما محاکمه نورمد اعتمادی، شما محاکمه میلیون ها نفر شما ندیدید که یک روز حتی به محاکم خودم اینا محکمه کرده باشن و بعد از محکم حکم محکمه اینا گفته باشن فلانی مجرمه. لحاظا مردم هر کسی حتی خود از اینا، بعضی مردم هایی که طرفدار خود از اینا هم هست، اینا معترف شدن به این که هر ولسواله، هر منشی حزبی حقش، هر کس به هر جا که میبینه او حقش که او رو بکشه. لحاظا کشتار وسیر شروع کردن، 7 میلیون نفر به بیرون مهاجر شد و تا امروز هم ظلم و ستم و بدبختی که مردم در بیرون میکشن محصول هم کودتای منفیس 7 ثور. یک جهان تشکر استاد بزرگوار که وقت گذاشتین، مونده نباشین، خیلی آموختیم. در ضمن فرمایشات شما یک نکته جدید بود که حزب دموکراتیک خلق شاخه نظامیش فعالتر بوده. اگر از هموطنان حزب دموکراتیک خلق در این مورد بیاناتی داشته باشه، ما در خدمتشان هستیم. مجدای از مسائل سیاسی میخوایم به هموطنان عزیزی که اینجا تشریف آورده، ضمن تقدیر و تشکر از تمام مهمانای عزیز، ما اجازه میخوایم همین نامای گرامیشان یک بار بگیرم. جناب آقای عادلی، دکتر صاحب نادر کبیری، استاد بزرگوار غریق، استاد بزرگوار فروتن صاحب، انجینر صاحب حسین عنایت، همکار شفیق و مشفق رادیو کتاب، استاد بزرگوار شهرانی صاحب، حکیمی صاحب بزرگوار، جناب محترم علی شاه، جناب لودین صاحب، جناب استاد صفوت و یک نفر هم که به نام آیفون است اینجا، جناب عبیدالله علم و خواهر گرامی فوزیه گیلانی که قبلا عضو پارلمان افغانستان بود و یک زوم یوزر، و بالاخره خواهر بزرگوار ما دکتر صاحب فخرالنسا. خوشخبری از این قرار است که استاد عبدالکریم غریق مورخ بسیار چیره‌دست است. ایشان 4 جلد کتاب تدوین نموده به شکل دایره المعارف تحت عنوان زنان صحابیه. ما یقین دارم در جامعه امروز افغانستان این کتاب اگر خوانده شوه و به درستی تبلیغ شوه، خیلی از مشکلات جامعه ما و شما حل میشه. از امی تریبون این کتاب انشالله به زودی معرفی میکنیم. و همچنان حرف دیگه ای است که روز 12 ثور باز هم ما برنامه داریم، برنامه در جهت معرفی آیت الله حجت است که از نظر این حقیر تا جایی که اطلاعات دارم بنیانگذار وحدت شیعه و سنی در افغانستان بوده و بسیار کارهای مفید کرده. دیگه ما پرگویی نمی کنم، ما یکم میسپاریم به جناب آقای عادلی. آقای عادلی هم مؤلف 60 اثر است. آثارش اکثرا در مورد تاریخ جهاد است، من باب مثال در مورد قیام بالاحصار، قیام چندول، شهدای 3 اُحد، شهدای 24 اُحد، تشکیل شورای اتفاق اسلامی در هزارجات و و و آثار بسیار زیادی از ایشان هست که ما مقدارش خواندیم و تحقیقات بسیار مبسوطی در مورد آثار چاپی در افغانستان نموده، من جمله در مورد مجله برهان که ارگان نشراتی مدرسه محمدیه بوده در او زمان. واقعا وقتی آدم همی آثار میخونه، مطالعه میکنه، هضم میبره که افغانستان چقدر زیبا بوده، چقدر زیبا می نوشته و چقدر سراپای وجود همه وطندارا صلح پر بوده، نه کینه.
و ما خیلی خوشحال هستم که امروز دانشمندای زیاد را اینجا داریم. دیگه ما قول میتونم که بعد از هیچ پرگویی نکنم، هیچ تبصره‌ای نداشته باشم. ما یکم سپرم به عادلی صاحب و به امید رعایت اختصار، چون دانشمندای زیادی تشریف آوردن. تشکر. عادلی صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله رب الشهداء والصدیقین ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. کودتای هفت ثور 1357 خورشیدی که امروز دقیقا 45 سال از او زمان میگذره، سرآغاز مصیبت های نزدیک 5 دهه اخیر افغانستان، تلخترین، شومترین و سیاه‌ترین روز در تاریخ افغانستان است. جامعه که از عوامل انحطاط و عقب ماندگی خود نمی‌پرسه و از گذشته خود عبرت نمی‌گیره و همو انحطاط باقی می‌ماند. از این جهت و از این رو ضرورت به نقد است، اما نقدی مبتنی بر منطق و نه خصمانه، و باید صورت بگیره و باید به گذشته یک مرور صورت بگیره. خدمت شما عرض شد که هیچ دوره در تاریخ افغانستان وحشتناکتر از جنایات دوران ترکی و حفیظ الله امین نبوده و در نتیجه افراطی عمل کردن خلقه ها بود که مردم افغانستان مجبور به ترک افغانستان شد، فرار کردند و یا دست به قیام زدن. قیام های سرتاسری صورت گرفت که تا همین حالا که ما و شما شاهد فجایع زیادی هستیم، در حقیقت هفت ثور خلق کرد. از اونجایی که آمار فجایع در زمان قدرت خلقه ها و در عباد مختلف زیاده، در این وبینار ما میخواییم صحبت خود این رقمی آغاز کنیم. مردم افغانستان قبل از کودتای هفت ثور 1357 و قبل از به قدرت رسیدن خلقه ها در فضای صلح و امنیت زندگی میکردند. اما در زمان حاکمیت خلقی ها آنان نسبتی به هر کسی مزنون بود. خلقی ها وقتی قدرت گرفت نسبتی به همه مردم افغانستان مزنون بود. به نام ضد انقلاب زندانی میکردن و به قتل میرساندن. مخصوصا با هجوم قشون سرخ شوروی سابق، افغانستان از نظر انسانی و مادی خساراتی بسیار زیاد گستردر در پی داشت که در مورد مصارف جنگ اتحاد جماهیر شوروی سابق ما نمی پردازیم و این وبینارم گنجایشی بحث ندارد. اما نتایج جنگ در 10 سالی که تجاوز روس‌ها بود تلفات جانی و مالی فراوانی داشت که بلندترین رقم تلفات در تاریخ همین تلفات دوران تجاوز روس‌ها رو نشان می‌دهد. میزان تلفاتی که شوروی ها حتی در جریان جنگ جهانی دوم هم نداشت، تقریبا 68% بیشتر تخمین زده شده. ما در این وبینار میخواییم بر اساس منابع خارجی و داخلی که البته وقت کم به جزئیات نمیپردازیم، اجمال تلفات جانی و خسارات مالی که مردم افغانستان دیده و تخمین زده شده در منابع خارجی و داخلی. فقط من یک اشاره میکنم، البته روی جزئیات تحقیقات هم انجام دادیم ولی به جزئیات نمیرسه. یک تا 2 میلیون انسان در اثر جنگ بعد از هفت ثور جانهای خود را از دست دادن. نزدیک به 5 تا 10 میلیون نفر به ایران و پاکستان اینا مهاجر شدن، فرار کردن، که برابر 1/3 جمعیت کشور پیش از آغاز جنگ بود. دیگه با آغاز درگیری در افغانستان تقریبا نیمی از کل مهاجرانی که در دنیا بود شهروندای افغانستان تشکیل میداد. بیش از 3 میلیون مجروح و معلول و که اکثر اونا غیر نظامی بودند. بیش از نیم اراضی زراعتی در افغانستان دستگاه‌ها، شبکه‌های آبرسانی، آبیاری، قرا و قصبات در نتیجه بمباران یا خرابکاری‌هایی که عمدی از طرف رژیم وقت و روسا صورت گرفت از بین رفت. در طول جنگی همین جنگ 10 ساله و اندی تقریبا 10 تا 15 میلیون ماین
در سراسر افغانستان که عموما توسط شوروی و نیروهای رژیم وابسته به اونا به زمین فرش شده بود که تا امروز خطر بزرگی برای مردم افغانستان است و قسمت اعظمی از خسارات مین متوجه کودکان و افراد غیر نظامی است. 11 طیاره جنگی شامل میک جیت هلیکوپترهای قوای هوایی افغانستان به پاکستان انتقال داده شد. البته در جزئیات وقتی بیاییم چه کسان انتقال دادن به چی نه و به چی رویشی که او آمده که ما در اینجا آمار کلی رو گفتیم. 11 تا طیاره جنگی که میکو جیت و هلیکوپتر اینا باشم، 12مین هواپیما هواپیمای ترانسپورتی می 17 بود که بریگ جنرال غلام رسول قماندان گارنیزون شیندن و جنرال شهناز تنه که او وقت وزیر دفاع بود، اینا از میدان هوایی شیندن در سال 68 اینا رو به پاکستان انتقال داد که مورد استقبال آیسای پاکستان هم قرار گرفت، در حالی که خود همی نظامی ها در تعلیمات نظامی خود اینا را آموزش دیده بود که اسلحه دولت، ناموسی دولت یا ملت ها. نکته آخری که میخوایم عرض کنم، آخرین حاکم این رژیم و آخرین فردی که بالاخره حکومت کرد از بقایای کودتای هفت ثور می غارتگری قبل سقوط بود که مربوط دکتر نجیب الله میشه. من ایرم یک اشاره میکنم و صحبتهای خود جمع میکنم دیگه، از اینکه اگر کمی طولانی شد من سعی کنم خیلی فریسوار عرض کنم. دکتر نجیب الله قبل از فرار ناکامی که داشت از افغانستان یه تدابیری لازم سیاسی مادی را برای حیات خود گرفته بود. خانواده خود با یک دورنمای گسترده انتقال داده بود و حتی شواهد وجود داره که مسائل مالی و خسارات درست امروز به بعض از گروه ها و جریان ها ما این را رد هم نمی کنیم و نمیگیم که کار خوبی هست، بلند منزلات درست کردن، ولی ما وقتی که انتقال سرمایه های افغانستان هم میبینیم، مخصوصا در دوره آخرین حاکمیت یک از احزاب چپی که دکتر نجیب الله باشه که از درون خود همی جریان چپی دکتر حسن شرق صدر اعظم دولت دکتر نجیب در شبکه های اجتماعی مصاحبهش منتشر شده که از خیانت دکتر نجیب در باره دسیسه انتقال طلاتپه که از ذخایر غنی افغانستان بود و اتحاد جماهیر شوروی این پرده برداشت. بر اساس گزارشات استخبارات وقت 17 حمل حمل 1371 خورشیدی احمد سرور باجه دکتر نجیب الله برای دو دختر و خوشویش ویزه آلمان گرفت. در آلمان هم از دارایی و اجناس سفارت افغانستان گرفته تا فروختن زمینی که امان الله خان او زمین برای اعمار سفارت افغانستان در برلین که او متعلق به ملکیت افغانستان بود در دوران امان الله خان خریداری شده بود، که بعد کسی که از این قضیه اطلاع داشت در تاکوی سفارت آلمان رو به قتل میرسه که انجینیر سید شاه حسینی اولین سفیر دولت مجاهدین وقتی که در آلمان آمد قضیه افشا شد و حتی پلیس آلمان هم در جریان قرار گرفت. تا هنوز پرونده از بررسی نشده. وابستگان دولت دکتر نجیب الله اکثرا در اروپا و غرب هستند. باید پاسخگو باشم. دکتر نجیب الله هم رقمی گفتم آخرین فرد کودتاچی ها و مسئول کشتار خونین بود که تا آخر حکومتش تغییر نکرد. در اثر به اعتمادی که به یاران خود داشت در ماندگی او باعث شد که همه راه با او بسته شد و این رسم سیاست مداران است که با شعار اسلامی وارد میشه که دکتر نجیب هم از این موضوع مستثنا نیست. آخرین سفرش به ایران که باز اونجا خود یک انسان ارزشی معرفی کرد، وعده خودمختاری برای هزار جاد داد، وزارت اقوام قبایل و شوراهای قومی را برای دامن زدن به اختلافات نژادی
اصلا به یک جمله ختم میکنیم که اصلا اعتقادی به دین نداشت، بر اساس همو رندی و سیاست مداری خواست یک صفحه جدید ایجاد کنه که فرصت پیش نیامد، که حالا ما میبینیم که حتی کلمه شهید که برای نجیب واقعا ناپسنده. حرف آخری که عرض کنم، اگر وقت بودی را عرض میکنم، کمی به فراموشی سپرده شدن غرایم جنگی هست که البته من این را عرض نمیکنم فعلا، به خاطر که بقیه دوستام انشالله ازشان استفاده کنیم. اگر باز یک وقتی بود در رابطه با این که چرا غرامت جنگی که معموله که پس از ختم جنگای داخلی منطقه‌ای یا بین المللی این بررسی میشه پرداخته میشه، چرا در رابطه با افغانستان این قضیه اتفاق نیفتاد، که باز اگر فرصت بود ما در بخش دیگه اگر نوبت رسید بازی را خدمت دوستا خواهد عرض کنیم و من همین مقدار اکتفا میکنم. همین مقدارم که ما گفتیم به صورت فهرستوار و چکیده از خسارات مالی که مردم افغانستان در دوران حاکمیت هایی که بعد از کودتای هفته ثور مخصوصا در دوران نجیب صورت گرفت فقط یک آمار کلی بود. جزئیاتش هم رویش تحقیقات داریم و از منابع معتبر داخلی و خارجی بررسی شده در این رابطه. از توجه شما سپاسگزاریم. مورد آخر رو میگذاریم به یک فرصت دیگه. البته خود این بحث به نظر من اگر در آینده امکان داشته باشه چندین وبینار و جلسات میخواید که باید واقعا تحقیقی این بحث صورت بگیره، تبادل نظر شود. تشکر از توجه شما. تشکر جناب آقای عادلی، خیلی نکات جالب بود. به خاطر از اینکه یک چیز رایج شده در افغانستان فعلی، بسیار امی ساختمان سازی بعضی سران مجاهدین در رخ کلگی میکشه، البته اونایی که بیت المال غبن و غدر کده خواهین حساب میشه، از او هیچ کسی دفاع نمیکنه. و نکته ای که فراموش میشه ای که اصل ریشه افغانستان توسط همی کودتا متاسفانه از چی برامد. ما امیدوار استم کسایی که برنامه ها رو بعدن میشنوه، اگر از سرنوشت از این تیاره هایی که در پاکستان برده شده و در سایر کشورها، باز با ما ارتباط بگیرن، ما در خدمتشان هستیم. جناب آقای عادلی، در خدمت شما هم در جلسات جداگانه دو به دو میتونیم باشیم. انشالله اطلاعات و تجربیات و تحقیقات شما را بتونیم منتشر کنیم. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.